چرا امضای موافقتنامه میان کابل و واشنگتن به درازا کشید؟ در این کشمکش سرنوشت این پیمان به کجا خواهد رفت؟ آیا با امضا نشدن این پیمان میشه اگه انتخابات شفاف و به دور از تقلب داشت که رئیس جمهور کرزی تضمین شفافیت را از امریکا خواسته بود؟ در بحث بیشتر در این مورد آقای امین الله حبیبی مشاور پیشین نیروهای ایساف در افغانستان و آقای سید اسحاق گیلانی نماینده پیشین مجلس نمایندگان در استودیو با ما هستند. آرزو میکنم بحث ما را دنبال کنید. بسیار تشکر از حضورتان در برنامه. آقای حبیبی، میخوام بحث با شما آغاز کنم. سرنوشت این پیمان به کجا خواهد رفت و چرا این پیمان تا این اندازه معطل شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم و سلام به شما جناب گیلانی صاحب و مهمانان برنامه. عرض کنم بینندگان شما، ببینید اگر این امضای این توافقنامه تا حالا طول کشیده، به نظر من در این شک نیست که دولت ها یکی از وظایفشان صحبت کردن، چانه زدن و تلاش در جهت امتیاز گرفتن بیشتر از طرف مقابل به خاطر ملت خیش و به خاطر منافع ملی خود هست. ولی این که چرا اینقدر به درازا کشیده، به نظر من ناشی از این باشه که ما مطب خشخاش میگذاریم و بیش از حد وسواس به خرج میدیم بدون این که موقعیت خیش را خوب درک بکنیم. ما در موقعیت بسیار حساسی قرار داریم. عرض کنم که 12 سال از این دموکراسی نوپا میگذره، ما هنوز پای خود را میگذاریم، هنوز اعتماد نداریم که خوب پای بر میداریم یا نه. نسل تازهی که تولید این می دوران است، این هنوز نهادینه نشده، متکی به نفس نیست. عرض کنم که اهداف حلقات در منطقه که بیشتر سیاست های خود را از طریق ابزارهای عرض کنم که غیر مدنی، غیر دموکراتیک دنبال می‌کردند و از این ابزارها استفاده می‌کردند، از جمله ابزار تروریسم و جنگ و خشونت، این پایان نپذیرفته، کماکان در جای خودش هست. و وقتی که شما سبک سنگین می‌کنی این عرض کنم که منافع و مضرات این تعلل را و دیر کردن امضای این را، ما به نظر من یک کمی به احتیاطی می‌کنیم. و من به عنوان کارشناس میتونم نظر خود را بتونم حداقل به جناب رئیس جمهور و تیمشان و کسانی که در این زمینه زینفوس هستند، که اگر ما نیازهای خود را نسبت به آمریکا بسنجیم، نیاز ما یک بسد است. اگر ایالات متحده آمریکا مسائلی داشت در نظر داره که دور از ایالات متحده آمریکا، هزاران کیلومتر دور، در اینجا میخواین که با پدیده‌های مقابله بکنن که ممکن است امنیت ملیشان را تهدید بکنه، ممکن است امنیت جهانی را تهدید بکنه، به این لحاظ در اینجا حضور دارن، ما هر روز با زندگی ما پیوند خورده، کوچکترین بی‌احتیاطی در این زمینه میتونه ما را در سراشیب قرار بده که دیگر هیچ وقت نسل‌های آینده ما را نبخشه. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، این مشکل حراسفیان است با برجاست، حساسیت‌های منطقه‌ای در برابر آمرسان و تلاش‌ها برای بی‌ثبات نگه داشتن افغانستان، چیزی را که شما اشاره کردین. از این موضوع چقدر یک درک روشن وجود داره در ریاست جمهوری که حال به تأخیر یا به تعویق انداختن این پیمان؟ شواهد نشان میده که ظاهرا درک زیاد عمیقی یا وجود نداره یا اطلاعات کافی در اختیار جناب رئیس جمهور قرار نمیگیره که این درک به وجود بیاید تا یک تصمیم عقلانی و مبتنی بر منافع ملی افغانستان گرفته شود. اینکه ما در این زمینه تعلل میکنیم بسیار بسیار کار بازی خطرناکی هستند و من در سطوح مختلفی در جامعه جهانی به هر حال در جاهای مختلف کار کردیم و میفهمم و دیدیم که لحظاتی رسیده بوده که در پایتخت های غربی تصمیم بر این بوده که ممکن بوده که بگویند خیلی خوب دیگه بس است، بریم بیرون از اینجا. و این یعنی یک بار دیگر افغانستان را در سراشیب سقوط قرار دادن و چنین کاری به نظر من هیچ وقت نسل های آینده ما را نخواهد بخشید. نه تنها نسل های آینده که همین نسل کنونی ما. قبل از اینکه برنامه شروع شود با آقا صاحب صحبتی داشتیم که چگونه نسل هایی ممکن است که در بازی های قدرت و خصوص در بازی های قدرت جهانی زیر پای له شوند، از بین برند و خرد شوند و
این بازی هم میتونه چون بازی خطرناکی باشه که در اینجا متاسفانه این بازی یک طرفش اگر قدرت های جهانی هست، یک طرفش ما هستیم یا عرض کنم که جناب رئیس جمهور و تیمشان که به نظر من خیلی باید احتیاط کرد، خیلی با دقت روی عمل کرد و فکر میکنم که تا قبل از ختم سال عرض کنم که میلادی، سال میلادی جاری این امضا شو و الا میتونه آسیب هایی رو داشته باشه. و اینکه چرا ایالات متحده آمریکا روی از اصرار داره که زودتر امضا شوه، در قدم های بعدی من میتونم براتون توضیح بدم. سپاسگزارم. آقای گلولی، رئیس جمهور شما در جریان هستین که تضمین خواست برای شفافیت انتخابات از آمریکا، که شفافیت تضمین کنه بعد از میره به پای امضای این پیمان. حال این پیمان بعد از رضا کشید امضایش، چقدر میشه به انتخابات شفاف امیدوار بود؟ اگر امضا نشه میشه اگه انتخابات شفاف داشته باشیم؟ امریکا مداخله نخواهد کرد؟ اگر امضا شو باز مداخله خواهد کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، به بیننده های شما و به برادر عزیزم آقای حبیب. من فکر میکنم که اگر یک مقدار یک قدم پستر بریم، یک و نیم سال است که سرزمین موافقتنامه کار شد و سفیر افغانستان آقای کلیل حکیمی در واشنگتن و بالاخره دکتر سپنتا بالای زی کار کردن و در آخرین روزهایی که این کاغذ تکمیل شده بود، آقای سپنتا مصاحبه داشت و بسیار به صراحت گفت که 99% از این کاغذ فیصله شده و بالاخره این به زودی به پارلمان افغانستان فرستاده خواهد شد. ولی این آقای کرزی بود که پافشاری کرد که نه، لوی جرگه مشورتی باید از خواسته شد. با آنکه پارلمان افغانستان شخصیت های مهم افغان در مصاحبه های خود در میزای گرد گفتن که این لوی جرگه غیر قانونی است، ولی فشار آقای کرزی بالاخره دعوت کرد لوی جرگه را. در لوی جرگه هم دیدیم که ملت افغانستان یا نماینده های مردم به یک طرف رفتن و آقای کرزی فیصله لوی جرگه مشورتی را قبول نکرد و سرسمو گپ خود استاده بود. اگر ما به جای آقای کرزی می بودم اون وقتی که دفعه دوم استاده شد و برای مایک از پیش آقای مجددی گرفت و صحبت کرد، من اونو میج استعفا میکردم و میگفتم که آله که نماینده های ملت به یک طرف مخالف ما استاده هستن، ما بهتر است استعفا کنم، یک حکومت موقت ساخته شود و بالاخره برای یک انتخابات شفاف باشد. روزایی که کمیسیون انتخابات ساخته می شد، آقای کرزی امی توی یخند پاره می کرد که خارجی ها باید از در کمیسیون انتخابات و در کمیسیون شکایات نباشه. ما شاهد از روزای شام هستیم. به کراتی صحبت کرد. بالاخره خارجی ها پای کشیدن، ملل متحد پای کشید و هیچ کدامشان حاضر نشدن که در این کمیسیون ها باشن. آله چرا تضمینش از امریکا می خواه؟ اگر ما میفهمیدیم که آمریکایی ها در اونجا حضور داره، ملل متحد در اونجا حضور داره یا جامعه اروپایی در اونجا حضور داره و آقای کرزی تقاضای شفافیت انتخابات هم میکرد، او وقت بود که ما میگفتیم که واقعا این آدم حق داره، میتونه که از اینا خواهش داشته باشه. یک سوال اینجا، حال اگر امضا نشه که امریکا این تضمین نده، یک انتخابات شفاف برگزار خواهد شد؟ ببینید، من بخیر یک مسئله دیگر فکر میکنم. امی کاغذ اگر امضا نشه، ما خواهش ما از حکومت آمریکایی است که ایره مشخص برای یک فرد نسازه که یک فرد افغانستان ایره امضا میکنه یا نمیکنه، ایره واگذار کنن برای انتخابات آینده افغانستان. هر کسی که رئیس جمهور افغانستان شد امو امضاش میکنه، این مهم نیست که آقای کرزی امضا کنه یا نکنه، هر کسی که رئیس جمهور افغانستان بود او رئیس جمهور افغانستان است. این مربوط به ملت نجیب افغان است که با کی رای میتا و کی رئیس جمهور افغانستان میشه. یک آقای کرزی فکر کنه که دایی بسیار یک شخصیت مهم بر ملت افغانستان معرفی خواهد شد، به هیچ صورت، به خاطر که در طول 12 سال آقای کرزی غربت گم کرده نتانست، بیکاری را گم کرده نتانست، فرار جوانای ما را از افغانستان گم کرده نتانست و شما آل دمی بازار وقتی میبینین که لوحه‌های بسیار بزرگ نوشته شده که خریداری جایداد در ترکیه و ویزه اقامت در اونجا، ای خود از این خجالت به می نظام است که اینجا تجارا پوسترهای خود بند میکنن و مردم تشویق میکنن که از این مملکت فرار کنه و این حکومت رویشان گرفته نمیتونن. اگر
آقای کرزی در طول 13 سال حکومت خود میتونست خدمت خوبی بر ملت افغانستان کنه، ما امروز شاهد از این لواها نمی بودیم و فرار جوانا و خانواده های افغان نمی بودیم. این کاغذ امضا میشه، به هر صورت امضا میشه و این نه به انتخابات مربوط است. ما اگر انتخابات میشه، این انتخابات از حکومت افغانستان میخواهیم که شفاف باشه. او باید از دست درازی نکنه. این آقای کرزی است که چانه زنی ها میکنه به خاطر کاندید خود. ما همه از گپای زیر میفهمیم. در تمام انتخابات میتو کرد اشتباهی که آمریکا کرد. در سال 2004 من کاندید ریاست جمهوری افغانستان بودم، کمپاین ما بسیار خوب روان بود، ولی تا که آقای بوش و آقای تونی بلر اعلان نکرده بود که ما از آقای کرزی پشتیبانی میکردیم، ما پیش رفتم. ولی بعد از او من نتانستم امرای قصر سفید مقابله کنم. در 2009 ما امرای دکتر صاحب عبدالله بودم و کمپاین ما بسیار به خوبی روان بود. در جاهای رفتیم که آقای کرزی خواهم نمیدید که یک روز دکتر صاحب عبدالله در اونجا بره کمپاین کنه و پیش روی هزارها نفر صحبت کنه. ای آقای جان کری بود که از دستش گرفت بردش به ارگ داخلش کرد. آله در 2014 هم این انتظار زیر میکشه که آمریکایی ها از دست کاندیدش گرفته و ببرند در ارگ بشاننش و در 12 سال که بیکارگی که نظام آقای کرزی داشته او را دوسیه هایش بسته. سپاسگزارم. اگر نیروهای آمریکایی معطل کنن این پیمان را به انتخابات ریاست جمهوری، حال فشارهایش محسوس است که قطع مواد سوختی به نیرو ارتش افغان و امنیت افغانستان. همین غلط بود، همین گپ مطلق غلط بود. امروز تمام رسانه ها ایر اعلان کردند که آمریکایی کار را نکرده، ولی آمریکا یک مملکت با عظمت در روی زمین، او هیچ وقت نمیت یک کار تفلانه را مثل که آقای کرزی در این کارهای خود میکنه اونا نمیکنن. اونا امرای تمام جهان روابط خوب دارن. یک چیز هم اضافه میکنم و اویست که آمریکا به خاطر که سرمایه گذاری خود سر یک نفر کرد در طول 12 سال، این یک اشتباه کلان بود. این سرمایه گذاری را باید سر ملت افغانستان. بار دیگه به شما برمیگردم. به ندای عزیز پس یک میان برنامه کوتاه بار دیگه برخواهیم گشت. به دامه بحث ما خوش آمدید. آقای حبیبی، حال رئیس جمهور کرزی دمی تاخیر موافقتنامه میان کابل و واشنگتن فشار بر آمریکا میدونه. آیا امریکا بر این فشار تن خواهد داد؟ ببینید چند تا نکته است در اینجا. یکی این که اگر جناب رئیس جمهور اینطوری فکر میکنه، باید میکانیزم عملی را به تعویق انداختن هم در نظر بگیره که ایالات متحده امریکا وقتی که میگه که قبل از پایان سال میلادی جاری به امضا برسن، بیشتر اونجا نکات عملی در مد نظرشان است. یعنی اینکه وقتی که میخواین بعد از 2014 در افغانستان حضور داشته باشن، باید از حالا برنامه ریزی بکنن، باید از حالا بودجه تعیین شود، باید از حالا عرض کنم که چارچوبش مشخص شود که چطور حضور داشته باشن، در چه تعدادی باشن. تمام از اینا میکانیزم های عملی است که اگر اینا این توافق را به دست نیارن، در برنامه ریزی برای حضورشان بعداً مشکلاتی را ایجاد میکنن. و همین دلیل است شما وقتی که ببینید امروز وقتی که یک کانتینر خدای نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان پس آمریکا بفرستن، تا ایر قراردادش میبندن، تا او رو به یک نقطه میرسن که بعد ایر پس بره به ایالات متحده آمریکا برسن، ممکن است یک سال و بیشتر از یک سال طول بکشن. این نکات عملی است که باید جناب رئیس جمهور و تیمشان در نظر داشته باشن که وقتی اون طرف میگه نیت پشتش نیست، بلکه فشارهای عرض کنم ناشی از این که چطور این برنامه عملی شود در باید در نظر بگیرن. این یک نکته. نکته بعدی این است که وقتی که شما از به تعویق انداختنش صحبت میکنید، بسیار کار خطرناکی هستن. شما انتخابات را دیگر نخواهید داشت در افغانستان. انتخابات با چالش های مختلف از جمله چالش های امنیتی و مواجه خواهد شد. و عرض کنم که اقتصاد افغانستان با سقوط مواجه خواهد شد. از همه کنون شما برو در بازار ببین، عرض کنم که از سبزی فروش گرفته تا موتر فروش تا مغازه‌دار تا هر کسی امروز مشکل بزنسش با مشکل مواجه است. دیگه فروشی نداره. شما هر قدر که به این عرض کنم که نامطمئنی ناشی از این که ممکن است امضا نشوه، مردم را در یک وضعیت قرار داده که هیچ کس مطمئن نیست که واقعا این کشور به کجا میره.
خب شما با این وضعیت نمیتونید به سوی انتخابات برید. انتخابات برنامه‌ریزی نیاز داره، انتخابات اعتماد مردم را نیاز داره، انتخابات عرض کنم که همکاری‌های همه جانبه علاقات مختلف را نیاز داره. وقتی که شما یک ترسی را در جامعه ایجاد میکنی، هر حلقی عرض کنم که بخشی از جامعه ممکن است که از ترس به چیزهای پناه ببره که به منافع ملی ما نیستن و اما فکر میکنید که در نهایت این پیمان امضا خواهد شد؟ من فکر میکنم اتفاقا میخواستم بیایم به می که در مورد موضع جناب رئیس جمهور که من معتقد هستم که آقای رئیس جمهور با کلیت امضای این پیمان موافق هستم و بارها هم گفته. شما سخنرانی اولشان در افتتاح لوی جرگه ببینید، شاید یکی از بهترین سخنرانی هایشان یا یکی از پرطرفدار یا غربی ترین سخنرانی هایشان میشه گفت که در طول امی سخنرانی چندین سالش بوده. حال ذهنیت منفی که جا شده در جامعه را چگونه برداشت؟ ببینید اینمی و این که میخواستم بگویم که آقای رئیس جمهور در اول حتی به گفته بعضی دوستان که 15-20% کسانی که در لوی جرگم بودن که ممکنه بود مخالف همی امضا باشن، در صحبت های اول رئیس جمهور واقعا قانع شدن که کاری خوبی است و تصویب کردن و اینه که از یک طرف ملت با این موافق است و از طرف دیگه لوی جرگه با این موافقت کردن، رئیس جمهور نمیتونه خود را در جهت مخالف ملت و تصویب لوی جرگه ببینه و در پیام رادیویش هم گفتن که هم مردم و هم لوی جرگه با این موافق است، بنابراین ما روی شرایط خود فکر میکنیم. این شرایط به نظر من میتونه تغییر کنه، میتونه وقتی که عرض کنم که اهمیت این کار را درک بکنن به احتمال خیلی زیاد امضا میکنم. من حدث من این است که این تا قبل از آخر سال میلادی جاری امضا خواهد شد، برای اینکه امکان نداره رئیس جمهور خطرات از این درک نکرده باشه. خب و ممکن است روی چانه زنی های سیاسی تاکید بکنن، ولی ما باز میخوایم بگویم که چانه زنی های سیاسی میتونه بسیار خطرناک باشه، میتونه این پروسه رو به یک بنبست مواجه کنه، میتونه بی اعتمادی رو در بین مردم افزایش بده، ترس رو در بین مردم ایجاد بکنه. حالا آقای گلینی گفتن حرفای دیگه ایده پشت پرده است که رئیس جمهور میخواد که نامزد یا کاندید مورد نظر شه برگ ریاست جمهوری برسونه امریکا، این تضمین رو میخواد امریکا. شما موافق هستین با این دیدگاه؟ من والا دلیل و مدرکی ندارم که بخوایم از یک چنین نظریه دفاع بکنم و درک من تا حالا اطلاعاتی هم که من دارم عرض کنم که من معتقد نیستم که رئیس جمهور واقعا حرفش این باشه. شاید در اما به دنبال چی است پس؟ شاید در پشت نیت رئیس جمهور نکات مثبتی هم باشه که ایشان چیز صادقانه بخواهیم به خاطر اینکه یک سری امتیازهای تازه‌ای رو بگیرن روش پافشاری بکنن، ولی میخوایم بگویم که این بازی خطرناک است. نکات مثبت که شما فکر میکنین چی است اگر اشاره کنین؟ ببینید میخوایم بگویم که نکات مثبت امضا کردن این پیمان برای ما قدر زیاد است که هیچ نوع استخاره و تعللی رو بنظر من نمیپذیره و رئیس جمهور با این کار خودشان یک چیز نکته بسیار مهم میره بگویم که رئیس جمهور با همه قدرم تعللی که کرده تا حالا به نظر من در افکار عمومی محبوبیت خودش را ممکن است که تحت تاثیر قرار داده باشه، برای اینکه مردم واقعا خواهان از امی هستن که ثبات در این کشور به وجود بیاد و میخوایم بگویم که اگر این پیمان امضا نشود خطرات بسیار زیادی را برای افغانستان و برای منطقه دارد. در صورت امضا شدن این پیمان نه تنها ثبات به افغانستان برمیگردد، نه تنها عرض کنم که شکوفایی اقتصادی ممکن است در این کشور به وجود بیاید، نه تنها سرمایه گذاران خارجی تحریک شوند که بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنند و عرض کنم که ما کم کم به سوی توسعه و یک کشور نرمال حرکت بکنیم، بلکه پیامی که به منطقه میده این است که دیگر ابزارهای کهنه گذشته کار نمی کنند، بیاین که روی یک سری میکانیزم های تازه کار بکنه و در اون صورت به نظر من افغانستان میتونه در مرکز تحولات اقتصادی منطقه ای قرار بگیره و نفع کلانی از این ببره. برای این... شما برمیگردم آقای گلینی، حال این رسانه ای ساختن این موضوعی که قطع تیل یا مواد سوختی بره ارتش افغانستان منفی ساختن ذهنیت مردم در جامعه، چقدر میتونه این جامعه را در حال حاضر آسیب پذیر بسازه؟ مثل که برادر عزیزم آقای حبیب گفتن واقعا اقتصاد مردم بسیار شدید سقوط کرده، بازار سقوط کرده و امی طرز صحبت کردن ها در مطبوعات و بدون از اینکه صحت داشته باشه ایره به گوش مردم رساندن،
این جفای بزرگ است که در حق مردم افغانستان میشه و این جفای است که نابخشودنی و هیچ وقتی رو ملت افغانستان نمیبخشه. شاید مو یک چهار نفری که از پول زمین امریکایی ها میلیونر شدن بر از اونا فرق نکنه، ولی بر از او بیوزنه که در زیر خیمه افتاده بر از او بسیار فرق میکنه. بر از دکانداری که منتظر عزیز که بره بر اولاد خود یک چندان نان خشک ببره بر از او فرق میکنه. ببینین این دروغ وقتی که از ارگ نشأت میکنه، به یقین که تنفر مردم نسبت به ارگ فردا زیادتر میسازه که وقتی بفهمن که میگه دروغ بود، غلط بود. در صورت که اینا همین خبر از دید شما دروغ است، ریاست جمهوری بانشین خبر چی میخواه؟ من فکر میکنم که ریاست جمهوری را گم کرده. با می بازی های خرابی که کرد دیگه برش هیچ چیز نمانده و هیچ نمیفهمه که چی کنه. میخواه که بر مردم چیزایی را بده که امی ذهنیت مردم تغییر بده که ببینن امریکایی‌ها اینقدر جفای کلان میکنن و اینقدر گیرم کمی کار امریکا کنه. امی رسم سیاسی نبوده اصلا که آقای کرزی با می الفاظ و با مو حرکاتی که در لوی جرگه مشورتی نسبت به سفیر امریکا میکرد، گونه سفیرشان شیشته بشنه. و من فکر میکنم که برای یک رئیس جمهور بسیار بسیار خرد است این حرکات که مثل بچه کوچه و بازار حرکت کنه و هم در مقابل سفیر امریکا و تمام کور دیپلماتیک در اونجا شیشته باشه. به نظر من این آدم خلل دماغ پیدا کرده، مریض است، بهتر است که فردا استعفا کنه و بگذاره این ملت نجیب افغانستانه که و زودی انتخابات خودشان زیر سایه یک حکومت موقت به سر برسانند و رئیس جمهور خود انتخاب. اما بر این حکومت موقت چقدر میشه اعتماد کرد؟ حکومت موقت اولین کاری را که میکنه باید است که جامعه جهانی را به این متوجه بسازه که افغانستان به یک نفر بسته نیست. در اینجا 30 میلیون انسان و همشان صاحب عقل و هوش زندگی میکنن و باید از شما هم رایز اونا معاملیتان داشته باشین و افغانستان اینقدر خرد نسازین که وابسته به یک نفر باشه. یک زمان امی امریکایی ها وقتی ما امرشان صحبت میکردیم اینقدر عاشق آقای کرزی بودن که بسیار به صراحت میگفتن که خب آقای کرزی نیخه کی؟ من میگم هندوی خوست که مو غریب ترین طایفه هندوز در افغانستان، به یقین که اونا درست دیزاین میکردن امی حکومت و مثل که دوکانهای خود به مو مقبولی میچینن امی رقم امی نظام میچیندن، ولی آقای کرزی امو لیاقت هم نداشت. در این خلاها و مشکلات که در حکومت به بار آورده این چند سال تنها رئیس جمهور مقصر است؟ من فکر میکنم که بله، اگر رئیس جمهور درست فکر میکرد و تیم درست میساخت مثل که در لوی جرگه یا لوی جرگه میگم در کنفرانس بن گفته شد که حکومت داری خوب، در بن دوم گفته شد که حکومت داری خوب، در آمریکا و در ژاپن و در همه جا گفتن که حکومت داری خوب، ولی ای آقای کرزی بود که مسئولیتش داشت که حکومت داری خوب و کار به اهل کارش میسپرد. اینطور نیست که ملت دیگه کسی را نداشت که فقط اینمی صد نفره که امیال فعلاً دمی حکومت دمی 13 سال هستن، یک روز والی، یک روز وزیر، یک روز رئیس، یک روز باز معین، باز دیگر روز باز وزیر، هیچ یک چهره نه و اینا جا ندادن که و از اونا استفاده میکردن فقط به خاطر که اونا همشان بلیگو باشن برای یک نفر که آقای کرزی است و اینا را به حیث خدمتگارای خود استفاده کردن. میخواین بگوین که رئیس جمهور واقعاً خودش میخواست که یک حکومت ضعیف و پر جنجال و پر تنش داشته باشه؟ به خاطر که خودش آدم ضعیف است و توان یک حکومت قوی ساختنش نداشت و فکر میکرد که اگر آدمای ضعیف و بلیگو پیشش باشه ای یک مقدار روشنیش بیشتر خواد باشه بایسه یک رئیس جمهور. در غیر از او یک سوال دیگه میشه مطرح شد اینجا که یک تعداد از چهره ها را رئیس جمهور سرش اعتماد کرده در وزارت ها یا پست های مختلف که من نمیخوام نام بگیرم، اونا به اتهام فساد و مشکل و غیره و غیره رفتن افغانستان ایلا کردن، فرار کردن. چرا محکمه شان نکرد؟ حال ما اگر قانون داشتیم پناهندگیشان
کشورهایی که میزبانشان از اونها دفاع میکنه. آره، امو زمانی که در کابل بودن و احساس شد که امی وزیر صاحب دزدی کرده و فرار میکنه، امو وقت باید دستگیرش میکرد. امی ریاست امنیت با امی طول و عرضش نمیتونست که امی کار کنه. وزارت داخلی ما نمیتونست که امی کار کنه. لوی سارنوالی نمیتونست امی کار کنه. یک نفر شما فرارش. این سوال اگر شما پرسیده شد چرا این کار نشد، جوابتون چی خواهد؟ این کار به خاطر که امی زندگی را زندگی مافیایی ساختن و همه دی یلقه بسته هستن. این وزیری که دزدی میکرد تو تنها برای خود دزدی نمیکرد، او بر چهره های دیگه که همراهش دور حلقه شامل بود همشون دزدی میکردن و هیچ کس دانه پر آب نداشت که برش بگه که او برادر تو دزدی میکنی، همین کار درست نیست و تو باید از جوابدهی باشی برای قانون افغانستان. اگر همه دی دزدی ها دست می داشتن امروز ما به نمیتونه یک مصیبت دچار نمیشدیم. اگر اونمو آدمایی که فرار کردن و امروز آرام زندگی خود در اروپا و امریکا میگذرانن که همه ما میشناسیمش، ملت نجیب افغانستان هم میشناسیشانه، کونا فرار کردن رفتن، امروز اگه یک نفر از اونا رو محکمه میکرد و در پل چرخی منداختشانه، ما میگفتیم که آفرین آقای کرزی تو یک کار کردی. و پارلمان هم که شما نمایندهش بودین یا عضوش بودین حداقل میتونست به وزیر رای نده. بله، وقتی که امور معرفی میکرد امور دزده، ما باید تو برش رای نمیدادیم، ولی ما برای وزیر رای ندادیم و یک سال آقای کرزی او را غیر قانونی به حیث وزیر نگاه کرد. ای آقای کرزی است که بسیار دکتاتورانه در این مملکت حکومت میکنه و ملت افغانستان نادیده گرفته، مثل امی چندین حکومتی که از زمان مرحوم داوود خان شروع شده و این دکتاتوری روان بود تا به حالی را. حالا با یک نوشت که ناله با امی تفاوته که من امی صحبت کرده میتونم، ولی در وقت حزب دموکراتیک خلق امی صحبت کرده نمیتونستم. من صحبت میکنم ولی گوش شنوا نداره، او وقت صحبت کردن نمیموندن. حال این تعریف را شما از این حکومت دارین، در سایه این حکومت چی اگه انتخابات خواهیم داشت؟ ما فکر نمیکنم که ما شاهد یک انتخابات بسیار شفاف خواهد باشیم. بازم امو کسایی که طرفدار آقای کرزی است و بسیار با فراخدلی برش تمام زمیناره ها را مساعد کرده بود و او کسایی که چاپای چپلیش سر کارتا بود و صندوق ها را پر کرده بود، باز هم امون فراش امون رقم صندوق ها را پر خورد کردن، به خاطر که یک کسی که او تمام کارش به دست آقای کرزی باشه و هدایاتش از طرف آقای کرزی باشه و اونمو به قدرت باشه که بالاخره امون دزده که در 13 سال دزدی کرده اونمو بتانه دگام دزدی خود دوام بده. بسیار زیاد تشکر بیننده عزیز. پس یک میان برنامه کوتاه بار دیگه برخواهیم گشت. به ادامه بحث ما خوش آمدید آقای حبیبی. اگر پیمان امنیتی به تعویق بیفته بعد از انتخابات برگزار شود، این انتخابات پراگنده چقدر میتونه یک آدم که بتونه حد دقل افغانستان از این چالش بیرون بکشه و آماده امضای این پیمان باشه برای جامعه تقدیم خواهد کرد؟ من فکر میکنم که عقلانت باید به ما برگرده و در رهبری سیاسی ما که این پیمان امضا شوه. این نباید به هیچ عنوان نباید یک گزینه باشه برای ما که امضای این پیمان به بعد از انتخابات بیفته، به تعویق بیفته یا به عرض کنم که حکومت آینده بیفته، برای که پیامدهای بسی خطرناک میتونه داشته باشه که افغانستان ممکن است دوباره به سراشیب سقوط، حتی جنگ ها و مشکلات دیگه وارد شد. هم با حال سردرگمی این پیمان پیامش چی است بر جامعه؟ پیامش من عرض کردم، آقایم تا حدودی عرض کردن، گفتن که چه پیامدهای ناگواری میتونه داشته باشه. از همین حالا وقتی که شما میبینی یک جامعه را شما کاملا متوقفش میکنی، یعنی هیچ کسی هیچ معامله نمیکنه به خاطر از اینکه این پیمان امضا نشده و نمیفهمن که آیندهش چی میشه، خود این یک شاک است، یک ضربه عرض کنم که اقتصادی روحی است به این کشور. به نظر من هر کسی، هر رهبر سیاسی در هر کشوری که اگر کاری میکنه که به خاطر او عملش یک شهروند شب در خانه گرسنه میخوابه، شب در خانه نگران میخوابه، مادری که نمیتونه فردایش چی خواهد شد، فردای طفلش چی خواهد شد. یک دوستی دارم بسیار عزیز که برای من اون روز میگفت یک صحنه رو در تلویزیون دیدم که یک دختری چهرهش آتش زده بود و سوخته بود و این رو پودر رو انداخته بودن و بعد میگفت که خب این
پیامدهای پس لرزه های دوران است که عرض کنم دوران تاریکی که طالبان آمدن و این پس لرزه هایش هستند و چگونه یک رهبر سیاسی میتونه تصمیم میبره بگیره که نسبت به سرنوشت یک چنین آدمایی بی‌تفاوت باشه، او زندگی از او از بین رفت. خب و چگونه یک رهبر سیاسی میتونه تصمیمی بگیره که یک مادری با این دلها را بخوابه که فردایی که دخترش یا طفلش مکتب میره آیا ای آیندهش درست خواهد شد یا نخواهد شد، آیا بهره از این درس خواندن خواهد برد یا نخواهد برد. این است که به نظر من این بسیار بی‌احتیاطی است و من امیدوار هستم که این عقلانیت برگرده و این هر چی زودتر امضا شود. و عرض کنم که یک نکته دیگری که هست اینجاست که ببینید برای اولین بار در تاریخ افغانستان مردم افغانستان از طریق همین لوی جرگه دیدیم که یک صدا گفتن که از یک متحد خارجی دعوت کردن که نیروهایش در اینجا حضور داشته باشه. برای اینکه دیدن، برای اینکه بسی زجر دیدن، شهید دادن، خانه‌هایشون خراب شد و حالا تازه در این 12 سال حس کردن که پس میتونن مانند جامعه نرمال، مانند سایر کشورهای جهان زندگی بکنن و از این و محروم کردنشان از یک چنین زندگی به نظر من به هیچ عنوان قابل بخشش از سوی مردم نخواهد. بله. حال این جرگه‌ای که برای مشوره دهی آمد و گفته شد که نتیجه نظریات از اینا نهایی خواهد بود، چرا بر این نظریات و پیشنهاد و مشوره تن دادن شد و دست کم گرفتن؟ من فکر میکنم گفتم که در سخنرانی خودشان جناب رئیس جمهور در سخنرانی آخرشان گفتن که شما تایید کردین، شما موافق هستین با این، حالا چانه‌زنی سیاسیش را با ما بگذارید. این چانه‌زنی سیاسی در چندین ماه پیش از این صورت گرفت. همین میتونست اینا اگر شرایطی بود، اگر مسائلی بود، اینا قبلا باید در اون متن گنجانده میشد و رویش صحبت میشد و بعد می آورد به حضور مردم که مردم تصمیم میگرفتن. و اینا گفتم که بیشترم عرض کردم خدمت شما که همین چانه‌زنی های سیاسی به ریسکش نمیارزه، چون آنقدر پیامدهای مثبتی این پیمان برای ما داره که ما را میتونه از یک گردنه بسیار خطرناکی عبور بده به سمت و سویی که ببین ما در منطقه بسیار خطرناک زندگی میکنیم. اگر ما از این کشورها در هر جایی که هستن، هر کدام دنبال یه هستن که عمق استراتژیک خود را داشته باشن، ما عمق استراتژیک نداریم. ما در اطراف ما همسایه های ما مشکلاتی برای ما ایجاد کردن، در این دهه های مختلف ما در این بازی های قدرت جهانی قربانی شدیم. حالا این فرصت برای ما پیش آمده که یه عمق استراتژیک خود از طریق همپیمانی با یک پارتنر قدرتمند در این جهان جبران بکنیم. و وقتی وارد یک چنین پیمانی شما میشی، حتی حلقاتی کشورهایی که در اینجا در انتظار بودن یا در انتظار هستن که ممکن است این بالانس به هم بخوره، ممکن است که ایالات متحده آمریکا غرب از اینجا برن بیرون و باز یک بار صحنه خالی شه و ما بتونیم پس برگردیم اینجا و اینجا را خانه زنبور جور بکنیم برای مردم این سرزمین. اینجاست که ما وقتی که اینا رو میسنجیم باید عقل سلیم حکم میکنه که شما تعلل نکن. وقتی نداری برای از اینکه تعلل بکنی. اگر با یک تصمیم شما در امروز 10 میلیون دلار از این کشور خارج میشه، ضربه ای زدی به یک کشور که جبران ناپذیر است. آقای حبیبی، پیش از این گفته شد که بعض از کشورهای حلقات در تلاش هستن که مانع امضا این پیمان شون یا سنگ اندوزی میکنه سر راه این پیمان. حال چقدر میتونه فرصت به دست این کشورها بده این تأخیر و یا تعویق؟ من فکر میکنم که در اطراف ما تحولات رخ میده که کشورها کم کم بعضی از اشتباهات خودشان را اصلاح میکنه. در ایران ببینید دولت روحانی معذرت میخوایم به شدت دنبال ازی هسته که اصلاحاتی در موضع‌گیری ها و سیاست خارجی ایران به وجود بیاره و در تعامل با جهان شما ببینید آقای ظریف وزیر خارجیشان با در 99 روز حکومت روحانی اینا توافقنامه خود را با غرب امضا کردن در جره. خب 100 روزش هم نشده بود و از هم اکنون کار روی از جریان داره که رابطه خود با کشورهای منطقه بهبود ببخشه. اینا اصلاحاتی در عرض کنم که در اشتباهات گذشته خود به وجود میارن. در پاکستان دولت آقای شریف یک دولتی است که متوجه شده
که پاکستان اگر چرخش استراتژیک به سوی توسعه نده، پاکستان از کشور بودن ساقط میشه، دیگر نمیتونه به عنوان کشور باقی بمونه. یک مقاله را میخوانم در یکی از مراکز تحقیقاتی جهان، میگفت که پاکستان ارتش پنجابی بدون ملت، و این ارتش پنجابی اگر میخواد دارای ملت شوه، ناگزیر است که چرخشی درش وجود بیاره، و این چرخش میتونه به سوی توسعه باشه. و فکر میکنم که دولت آقای شریف این را درک کرده و این کار را میکنه. ما میتونیم از این فرصتی که در منطقه هم به وجود آمده استفاده بکنیم. اینا در صورتی میتونه موفق شوه، در صورتی میتونه بر ما مفید واقع شد که ما تصمیم عقلانی بگیریم، ما وارد تعامل با جهان شویم، ما از جهان نگریزیم، ما غرب ستیزی نکنیم، ما با جهان در نیفتیم، از امکاناتی که جهان برای ما فراهم کرده استفاده بکنیم. و فکر میکنم که یک رهبر عرض کنم که عقلانی، یک رهبری که به منافع ملت میاندیشه، باید از این فرصت طلایی استفاده بکنه، ولی تاریخ به هیچ عنوان نخواهد بخشیدش. سپاسگزارم آقای گلونی. اگر از این تغییری که در منطقه آقای حبیبی نام گرفتن تغییر جو شده، اگر افغانستان از این فرصت استفاده کنه، کدام کار باید در اولویت قرار داده شه؟ اول باید اسما امی روش سیاسی خوده یک مقدار اصلاح بسازیم و کوشش کنیم که امرای همسایه های خود به درجه اول و با تمام جهان رابطه خود بسیار حسنه و خوب داشته باشیم، و حالتی را پیدا نکنیم که سوی زن باشه. در قراردادی که بین امریکا و افغانستان امضا شده که این قرارداد امنیتی یا موافقتنامه امنیتی جزی از او هست، این بسیار اهمیت هم نداره، ناقل آقای کرزی قدر کلان ساخته، اصل امضا شده وقت این فرع است. در او بسیار به صراحت ذکر است که هیچ همسایه افغانستان و یا هیچ مملکتی از مراکز آمریکایی از افغانستان مورد حمله قرار نمیگیره. ما میتونیم با می استناد که آقای اوباما او را امضا کرده، میتونیم همسایه های خود قانع بسازیم که آمریکا در اینجا به ضد شما نیست. اگر هست با اونمو کارهای خرابی را که شما در افغانستان در می طول چند سال انجام دادین، به ضد از او هست که شما نباید. اگر ما روابط سیاسی خوب داشته باشیم، من فکر میکنم که آل وقت ازی است که هر دو مملکت همسایه های ما پاکستان و ایران متوجه ازی هستن که رو به غرق شدن هستن. ایران این حالت گشنگی و بدبختی را دارن مثل که ما داریم. اگر امرای غرب رابطه خود جور نکنه و بالاخره تیلش و مواد خامش هر چیزی که داره او فروخته نشه، با نمو غربت و بیچارگی زندگی خود کردن که ما داریم، یا ما مثل میلیونرهایی که سر خاکی که پر از زر است قدم میمانیم و خود ما از گشنگی میمانیم. ایران هم این حالت خود داشت. برعکس پاکستان هیچ بازاری به جز خودش نداره. اگر پاکستان خواهان ازی باشه که امرای افغانستان رابطه نزدیک داشته باشه و بالاخره جلوی تروریسم بگیره و خارجی‌هایی را که جا داده از خاک خود بیرون کنه، اگر به تنهایی نمیتونه به کمک آمریکا و اروپا اونا را خارج بسازه و منطقه را آرام بسازه و بازار پیدا شه و افغانستان راهی باشه که اینا به آسیای میانه را پیدا کنن و بر بازار خود و بالاخره آرامش رو مملکتان بیاد، ما فکر میکنم که هیچ عقل سلیم ایره قبول کرده نمیتونه که خودش خود داتش برده، مثل که آل پاکستان انداخته و امروز ما خود داتش بندازیم. این ما فکر میکنم که خارج از اون چارچوکات سیاسی یک مملکت است و اونا خود نجات خود دادن، ولی ما با تاسف با انمی خودخواهی ها و جا طلبی های ما و فردگرایی ما به هیچ صورت به نتیجه نخواد رسیدیم و بدبختیش تمام ملت افغانستان خواد کشید. حال سلامات فکر میکنه که از تروریسم و یا هراس افغانی بانوان یک ابزار وسیله ای که تانسته از این طریق اهدافش را تطبیق بکنه در بخشای مختلف؟ بسیار بازی های خراب کرد. دمو زمانی که در افغانستان اینا تربیه میکردن و روان میکردن و اینجا انفجار میدادن، در پالوی از او مدارس دینی را به نام مدارس دینی
تشکیل دادن و در اونجا اینا تعلیمات نظامی میدادن برای طالبا. او فقط به خاطر از این فشاری بود که اگر بتانند که کشمیر و هندوستان از زیر فشار خود گرفته باشند و از اردوی خود استفاده نکنند، از امونا استفاده کنند که بجنگند، مثل که شواهدش چندین بار از بمبئی گرفته تا خود کشمیر و تا جاهای دیگهش دیدیم که امی کار امو احزاب سیاسی یا احزاب دینیشان کردند. در افغانستان هم کردند، در روز محرم دیدیم که میجه انفجار دادن و یک تعداد زیاد از هموطنهای ما را شهید ساختن. اردویش اشتراک نمیکنه، ولی اون اردویی را که تربیه کرده امروز بلای جان خودش شده. امروز او میخواهد که حکومت افغانستان پاکستان به دستش باشه. کسایی را که امروز اونا بسیار کلان ساختن، اونا آدم های بسیار خرد در جامعه بودن. امو هست که پاکستان امروز برده به طرف خرابی و من یقین دارم که آقای نواز شریف به زودی از این بنبست خود خواد کشید و شخصیت دیگه که لوی درستیس شده ای به یقین کسی است که نواز شریف برش اطمینان داشته که قبول کرده که میادم لوی درستیس شده و امروزی مشکل حل میکنه. بیرون کشیدن از این بنبست به چه قیمت تمام خواهد شد برای پاکستان؟ امکان داره که برش بسیار قیمت تمام شد و من یقین دارم که آقای نواز شریف مثل که در زمان حکومت خود متوجه شد و امی ISI و امی اردویی را برد در اتک در بندی خانه انداخت و بالاخره از وطنش خارجش ساخت، او امو کیفیت از این زندانی شدن و بدبختی را دیده که اردو چی بلای را به سرش آورد. اگر جلو وزیر نگیره باز به میت یک مصیبت دچار خواهد شد، تنها خودش نیست بلکه تمام ملتش. بسیار تشکر بیننده عزیز، پس از یک میان برنامه باز هم با شما خواهیم بود. به دامه بحث ما خوش آمدید. آقای حبی، حال از این ابزار تروریسم موضوعات را که آقای گلین هم اشاره کردن، گفتن که پاکستان میخواهد که از این مشکل بیرون شود، تا چه زمان این ابزار به دست پاکستان خواهد بود؟ یا فکر میکنید که حال ابزار از دستشون خطا خورده؟ ببینید، پاکستان در اگر کمی به تاریخ گذشته برگردیم، سال 1951 بود که لیاقت علی خان نخست وزیر پاکستان وقتی کشته شد. بعد از او تا سال 1958 7 نخست وزیر آمدن و رفتن و بعدش ایوب خان میه و ایوب خان وقتی قدرت رو میگیره که نظامی بود، جنرال ایوب خان، ترسش این بود که اگر اجازه بده که حکومت غیر نظامی در پاکستان رشد بکنه، خواستای دموکراتیک پا بگیره، احتمال از اینکه پاکستان از هم بپاشه زیاد است و رفت به سوی سیاست نظامیگری و تا حالا متاسفانه این هویت نظامیگری در سیستم پاکستان وجود داره. یعنی پاکستان کوشش کرده که با قهر، با قهر عرض کنم که با قدرت ملت را به عنوان یک ملت نگاهش بکنه و شما وقتی یک چنین تفکری داری تبدیل میشه به یک حکومت مافیایی که در اونجا یک عده‌ای عرض کنم که امتیازها را تقسیم میکنن و در اختیار میگیرن. نکته بعدی که بود این بود که این سیستم عرض کنم که فیودالی در پاکستان اجازه ندادن که ملت ادغام شو و رشد بکنه و حد و هیچ نما، مثلا شما مدارس دولتی که در اونجا بسیار فعال باشه و سرویس بده به مردم وجود نداشته و این تفکر کهنه که در سیستم پاکستان حاکم شده باعث شده که ابزارهای مثل خود را بپالن برای سیاست خارجی خودشون و به همین خاطر است که شما میبینید یکی از مراکز غلیان تروریسم و عرض کنم که بنیادگرایی اسلامی در منطقه و حتی در جهان پاکستان هست و از این ابزار استفاده میکنه. شما مثلا این لشکر طیبه رو نگاه کنید، در داخل پاکستان هیچ نوع تضادی با حکومت و نهادهای حکومتی نداره ولی برعکس مثلا با هند میجنگه و از این ابزار در هند استفاده میکنه و همونطور بعضی از عرض کنم که جریان های دیگه مثل لشکر جنگی که مثلا علیه شیا در پاکستان استفاده میشه، عملا از سوی دولت اینا حمایت میشدن که علیه شیا رو در پاکستان بکشن به خاطر از اینکه انقلاب ایران در اونجا نفوذ نکنه و استفاده از ابزارهای تروریسم و بنیادگرایی در افغانستان. اینها این باعث شده که پاکستان چرخش استراتژیک را که گفتم به سوی توسعه نتانه داشته باشه و این پاکستان با یک بنبست مواجه کرده که کدام طرف بره؟ آیا باز هم روی نظامیگری خودش تکیه بکنه و این راه به جایی نمیبره؟
این باعث سقوطش در راست کدام را نو... آقای شریف آقای شریف به نظر من متوجه شده که پاکستان ناگزیر است به سوی توسعه حرکت بکنه و گذار از یک فکر نظامی گری به سوی توسعه خطرات خودش هم داره، برای که شما وقتی سیستم رو باز میکنی خواستهای قومی خواستهای منطقه‌ای اونجا مطرح میشه، بلوچ ها ممکن است حرفای خود رو مطرح کنن، پشتون ها و عرض کنم سندی ها و همینطور دیگران. حال نظامیان پاکستان پاکستانی حاضر هستن که این توان و قدرت واگذار بکنه به حکومت ملکی؟ درک من این است که حتی نظامی های پاکستان هم به این نتیجه رسیدن که دیگر زمانی رسیده که ناگزیر هستن چرخشی داشته باشن، چون که بنیادگرایی در داخل پاکستان نمیتونه نان و آبی برای مردم بیاره. ما پاکستان امروز با به شدت با فشارهای اقتصادی مواجه هست، برق در این کشور نیست، انرژی نیست، کارخانه هایشون شبها کار میکنن و عرض کنم که سیستم مالیاتی در این کشور هیچ کار نمیکنه، وزیر مالیش اعضای پارلمانش مالیات نمیپردازن و حتی اگر میخوای مالیه بپردازن و با مالیات زنگ میزنن میگه خب فعلا از شما نمیگیریم. به این شکل شما نمیتونه کشوری اداره بکنی، ناگزیر هستی رفرم را درش بیاری. وقتی رفرم درش میاری مجبور هستی در ابزارهای سیاست خارجی خودت هم تجدید نظر بکنی. این رفرم در دیدشان نسبت به افغانستان هم به وجود خواهد آمد؟ ناگزیر است که به وجود بیاید، چون که و عرض کنم که با امضای قرارداد در افغانستان ما در واقع به پاکستان هم کمک میکنیم، برای که به اونا هم کمک میکنیم که دیگر ناگزیر هستن در سیاست خود تجدید نظر بکنن، برای که امید خود را برای ازی از دست میتن که دیگر در افغانستان با ابزار تروریسم با ابزار بنیادگرایی اسلامی در اینجا بتونن پیروز شون و به منافع خودشون برسن. ادامه این تنش جایگاه افغانستان چگونه ثابت خواهد کرد؟ من فکر میکنم که اگر ما هر چی زودتر کار خانگی خود را انجام بدیم، این پیمان را امضا بکنیم و وارد تعامل با جهان شویم، این خودش فشار میاره بر پاکستان هم که در اونجا هم تغییرات در داخل خود پاکستان به وجود بیاد، برای که ما ببینید پاکستان کشوری است بسیار وسیع، این کشور تا 20 سال آینده تا 2030 به 300 میلیون نفر جمعیتش ممکن است برسه و یک جمعیت بسیار کلانی که فقر درش حاکم باشد، نیروی اتمی درش هست، بیش از 100 کلاهی که هسته‌ای دارن. عرض کنم که و شما نمیتونی چنین ریسکی بکنی که همیشه بر این موضع تکیه بکنی. فکر میکنم که پاکستان به این نتیجه رسیده باشه که ناگزیر است تغییراتی درش بیاید و امیدوار هستم این تغییرات آرام و بدون آنی نباشه، برای اینکه آثار بسیار منفی میتونه برای ما در افغانستان و برای منطقه و برای جهان داشته باشه. سپاسگزارم. آقای اگر به عنوان پرسش اخیر از شما داشته باشم که اگر فراتر یا دورتر از امضای پیمان فکر بکنیم، چگونه اگر انتخابات یا حکومت در آینده میتونه که جایگاه افغانستان ثابت بسازه در منطقه و یا میشه از رئیس جمهور حرف زد؟ ما فکر میکنم که بهترین رئیس جمهور مو خواد باشه که یک تیم سالم داشته باشه و حکومت داری خوب و افغانستان از امی منجلاب بیرو بکشه و جهان متوجه بسازه که بیای در این مملکت سرمایه گذاری کنه. در غیر از او اگر رئیس جمهور نوام با می نقش قدم آقای کرزی بره، ما هیچ وقت صاحب زندگی نخواد شدیم. اینو فراموش نکنین که هر وقتی که در این دو همسایه تغییر میایه، یا در افغانستان تغییر بیایه، در پاکستان باید است تغییر بیایه و اگر در پاکستان یک تغییر خوب میایه، در اینجا باید است یک تغییر خوب بیایه. اینا بسیار به هم بسته است. اگر ما بریم به گذشته ها بسیار طولانی میشه. حکومت نو مکلفیت داره که جوابده باشه بر ملت افغانستان، نه به این سیستمی که آقای کرزی بود که هر 15 روز یک بار به رادیو فقط نصیحت کنه. فکر میکنین این حکومت داری بهتر میتونه که اگر حکومت داری بهتر نباشه به صورت قطع ما امی کشتی شکسته افغانستان به ساحل رساندن نمیتونیم. اول حکومت داری خوب، دوم قانع کردن جهان که بیان در این مملکت سرمایه گذاری کنه. بسیار زیاد تشکر رفای گلین و آقای حبیبی از حضورتان در برنامه، واسه هم سپاسگزارم که بیننده بحث ما بودین. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.